بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام راجع به یکی از روش های ریکانی صحبت کنم که باش کلی آسیب پذیری پیوان زدم بچه ها، و یکی از اونا رو ما اینجا گذاشته بودیم توی وولیبک هانت ایونت، برای همین میریم مثال عملی روی اون اجرا میکنیم. این هم باز آسیب پذیری بود که شرکت کننده ها موفق شده بودن اونو کشفش کنن. بچه ها برای اینکه به این آسیب پذیری میرسیدن، اول شرکت کننده ها باید DNS brute force میزدن استاتیک، بعدش باید DNS brute force میزدن داینامیک، بعد HTTP فاز، و بعد HTTP فاز میرسیدن به یک GitLab توکنی که باعث میشد بتونن سورس کد اون چیز و اون شرکت رو بیان کلون کنن، و یه API وجود داشت که اونجا کلون میکردن و آسیب پذیری بهشون براشون تریاج میشد. بریم با هم دیگه شروع کنیم که چرا اصلا باید DNS brute force کنیم. بچه ها اگه دوستان می اومدن اینجا، یعنی شرکت کننده ها می اومدن ساب ها رو میکشیدن بیرون از همه از پرووایدرهایی که حالا فکر میکنن پسیو اینومریشن یعنی در واقع انجام میدادن، میرسیدن به این لیست. بچه ها این لیست همیشه، یعنی چه برای این ایونت چه برای برنامه بانتی، همیشه لیست کاملی نیست، به خاطر اینکه ممکنه کلی ساب دومین دیگه یا مقداری ساب دومین دیگه وجود داشته باشه که توی این لیست نیومده. حالا چرا توی این لیست نیومده یا چرا این ساب دومین توی این لیست اومدن، موضوع صحبت ما نیست. من باید بشم تئوری این پسیو اینومریشن رو براتون توضیح بدم و ببینیم که چرا مثلا یه سری اینجا هستن یه سری نیستن. ولی پوینت حرف من اینجا روی DNS brute force، چه استاتیک چه داینامیک، و که حالا کلی به شما آسیب پذیری جدید خواهد داد، کلی به شما asset میده که میتونید رو آسیب پذیری کشف کنید. خب برای استاتیک ما باید چی کار کنیم؟ بچه کافیه یه ورد لیست بهش بدیم. اینجا مثلا من ورد لیست رفت اسمال و لورکیس رو پیشنهاد میکنم بتون، که تو asset note هستش، توی خود سکلیست هم هستش تو گیت هاب اگه سرچ کنید، و ما بریم این دستور رو اول بزنیم که این شروع کنه فاس کردن، بعد تا من براتون توضیح بدم و تو سایلنت هم بزنم که چیز میز برامون ننویسه، اینجا هم سایلنت اضافه کنم. حالا این دستور چیکار میکنه بچه ها؟ شافل دی ان اس یه رپر برای مست دی ان اس، مست دی ان اس هم یه فاست ریزالور، یعنی برای ما با سرعت خیلی بالا دی ان اس ریکوست میفرسته و برای ریزالو میکنه. باید حتما بشه دون ریزالور بدیم که مثلا 8888 من اینو دادم. البته برای بوت فورس های سنگین باید از ریزالورهای بهتر استفاده کنید، و اینجا هم ورد لیست رو میگیره برای ما شروع میکنه بوت فورس کردن. این ورد لیست رفت اسمال حدودا 32000 کاراکتره. البته شما توی DNS brute force های ریل ورد مثلا حتی تا 5 میلیون با ورد 5 میلیون هم باید فاس کنید، که خود این یه معضله که چجور روی ورد 5 میلیونی ما فاس کنید در چه زمانی. ولی خب نرمش من احساس میکنم که الان تو دنیا بود رو هانترا بین ورد لیست های بین 2 3 میلیون تا 10 میلیون میچرخه یا 15 میلیون. خب حالا اینجا اگه شرکت کننده این کارو میکردن، بچا به یه سری ساب دومین میرسیدن که یکی از ساب دومینا ایمپلوییه، و این ساب دومین ایمپلوی توی ساب ها وجود نداشت. نکنید کات سابز ببینید این ساب دومین ایمپلوی که اینجا میبینید توی این ساب های پایین وجود نداشت، و اینجا بچه‌ها یه اسست جدید داشتن برای کار کردن. این از این درسته؟ بذار ببینیم اپ هم وجود داشت. اپ وجود داشت، این ایمپلوی جدید بود، و اینجا این ایمپلوی بچه‌ها بعد میمونن روش داینامیک ورد لیست میساختن. چه جوری بچه‌ها؟ چیزای زیادی وجود داره، چی بهش میگم، برنامه های زیاده، حالا زیاد که میگیم فکر کنم 7-8 باشن، که برای ما میان چیکار میکنن، میان ورد لیست داینامیک میسازن. اصلا چرا باید چنین کاری کنیم؟ به خاطر بچه پرمیوتیشن یا جایگشت. دقت کنید مثلا من الان این ورد لیست که بدم به دی ان اس جن و بیایم فقط ایمپلوی رو توش گرب کنیم، ایمپلوی ببینیم چیا برامون میسازه. خوب دقت کنید بچه ها، نکنید ایمپلوی داش پریو مخفف پرایوت، ایمپلوی پاس، ایمپلوی داش پاس، ببینید چه چیزایی برای ما درست میکنه، چه بر اساس پترنی که داره، چه مثلا پراد داکس، و بیاد برای ما یه ورد لیست خیلی قشنگ درست میکنه. حالا پرمیوتیشن یعنی چی؟ یعنی جایگشت بچه ها. مثلا میگم اگه اینجا فرضاً ایمپلوی داش تست بود، این میواد می تست رو با ایمپلوی عوض میکرد، یا مثلا میذاش تست 1. این پترنا دیگه، این الگوها رو میاد برای ما میسازه. ما کافیه اینو بدیم به DNSX دای سایلنت که برامون ریزالف کنه. چون بچه ها عدد رقم پایینه، یعنی این چیزی که درست میکنه خیلی کوچولوه، میتونستیم بده به دی ان اس سیک سری برامون ریزالف کنه، وگرنه از همون مست دی ان اس میشه استفاده کنیم. و اینجا میرسیم بچه ها به employee dash staging dot not safe dot sharp، یعنی بچه ها باید میرسیدن به این. اگه اینو باز میکردن میرسیدن به یک صفحه سفید خالی، یعنی من اینو کرل میزدم به این،
تقریبا چیزی آیدشون نمیشد و دش ویو نزنیم بده دش رو بزنیم خالی. اینجا چیزی آیدشون نمیشد، یه صفحه خالیه 200 مثلا، ببینید 200 خالی برمیگردونه. و بچه ها توی این قسمت باید میومدن فاز میکردن. خب اوایل مسابقه یکم فاز کردن سخت بود، بعدا ما شلتر کردیم این قضیه رو، گفتیم اشکال نداره مثلا یکم بذار برای شرکت کننده ها اینو بازتر کنیم، اما بچه شما باید بتونید پشت کلاس بلیر رو فاز کنید حتی وقتی پشت دیداس پروتکشن قرار داره. یکم سخت‌تر میشه، شاید هم راجبش یه ویدیو پر کردم. خب پس ما بچه ها باید میومدن اینو فاز میکردن، اگه اینو فاز میکردن میرسیدن به بچه وردلیست هم که همون وردلیست دوباره چیزه، وردلیست بومه که میتونید ازش استفاده کنید. کلا برای کویک، یه لیست کویک، لیست سری خیلی خوبه، فاف هم که معرف حضورتون هست. بچه ها اگه اینو شروع میکنن فاز کردن میرسیدن به یه دونه فایل DSS Store که بعد به این فایل درخواست میدادن بچه ها، و این فایل خودش به خودی خود چیز خطرناکی نداره بچه ها کلا، ولی توش ممکنه سری اطلاعات افشا بشه. و بذارید من اینجا اینو بزنم داش اس، بعد به ما میگه ببخشید اینجا میگه برای خروجی، یعنی اگه میخوای خروجی رو ببینی فکر میکنم باید داش اف بزنم. بذارم ببینم مثلا خروجی رو رایت کنه تو آوتپوت. نه داش آوتپوت رو میگه بزن و مثلا اینو بزن که فکر کنم خروجی مون نشون بده. بس خب اینجا این خروجی دی اس اس داره. اینجا بچه ها حالا من نمیرم دیگه پارس کنم اینا، یه دونه چیز افشا میشده، یه دونه مسیر، یه مسیر افشا میشده، اگه پارسش کنی خیلی قشنگتر بهتون نشون میده. دیگه اینجا نیازی به این کار ما نداریم. یه مسیر افشا میشده که اگه بچه ها به این مسیر کرل میزدن نگاه کنید میرسیدن به 200 مثلا. اگه من اینو بزنم نگاه کنید 404 و اینجا اگه کرل بزنم میرسم به 200 و دوباره کافی بود بیان بچه ها این حالا این یکی رو فاز کنن. اوکی، یعنی دو تا فاز بعد اینجا انجام میدادن. حالا جالبه بهتون بگم اینو موقعی یک از شرکت کننده حل کرد که ما پشت کلاد فلیر بودیم، ریت لیمیت داشتیم، دیزاست پروتکشن هم داشتیم، یعنی اومده بود اینو دور زده بود و دور که اسمش نمیشه گذاشت. بعد شما باید مثل یه مرورگر رفتار کنید با کلاد فلیر که اون جلوتو نگیر، ریت لیمیتت هم رعایت کنید دیگه. اگه بچه ها میمدن اینو فاز میکردن این تو رو، یعنی یه فاز دایرکتوری اینجا بود یه فاز فایل، میرسیدن به حتی من بذارین فیلتر کد کنم 403 رو که دیگه برا من چیزها رو نیاره، اون 403 رو نیاره، ما دنبال یه 200 میرسیدن به فکر میکنم docker-compose.yml و بذارین من اینجا دیگه مستقیم بهش کرل بزنم که docker-compose.yml که دیگه وقت ویدیو هم گرفته نشه. و اگه بچه ها این کار رو انجام میدادن میرسیدن به گیت هاب توکن و گیت هاب ریپوزیتوری که این اسم اون یوزر است، اینم ریپوزیتوری است و اینم اون توکن است و کافی بود بیان اینجا چیکار کنن بچه ها، بیان اینو کلون کنن، گیت کلون بزنن که اگه این کار رو انجام میدادن که این اینجا البته 403 داد. چرا بریم یه بار دیگه ما کل بزنیم به این، بعد فکر کنم که توکن رو من اینجا اشتباه گذاشتم، بریم توکن رو ریپلیس کنیم بچه ها اگه موافق باشید با این، و یه بار دیگه این گیت کلون رو انجام بدیم بریم چه اتفاقی میفته. و همونجور که میبینید گیت کلون انجام شد و توی ایمپلوی استیجینگ سورس کد لیک میشد که این خود سورس کد حاویه بچه ها آسیب پذیری های هست که حالا الان نمیخوام توی ویدیو با تون صحبت کنم. خب بچه ها پوینت ویدیو، یعنی اون چیزی که میخواستم بهتون بگم اینا نبود، فازا نبود، کاری با اینا نداریم، ولی میخواستم استاتیک دینس بروت فورس و داینامیک دینس بروت فورس رو بگم حتما تو متدولوژیتون لحاظ کنید. امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. دمتون گرم، خدا نگهدار.